خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، هم ساری از ساریم، هم آتش زردوشم، هم ساری از ساریم، هم آتش زردوشم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم. شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیان گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید، youtube.com/mehrtv، youtube.com/mehrtv، به نام آن که وستا. در رابطه با همین شخصیت میخوام با شما صحبت کنم، شخصیت نازنین برجسته ای که همه ما میشناسیم شو عاشقش هستیم. در علوم غیر دقیقه پژوهش هرچه بیشتر بکنی به چیزهای تازه میابی. حالا میخوام بهتون بگم که در فلسفه، تاریخ، روایت جامعه شناسی از دو دسته تا به امروز هیچ چیزی ثابت نیست. هر کسی هم با عشق و ذوق و میل سلیقه خودش حرفای زده. به همین خاطر است که آن چه امروز میشنه براتون خیلی مهم. نخست در مورد زرتشت باید من به شما بگم که این زرتشت عزیزم یعنی چه؟ تشت زرین به خاطره که خورشیده. خورشید تشت زرین. شما وقتی که تصویر خورشید رو میبینید چه تشتی اون زرین. من در یکی از گزارشایی که العربیه درست میکرد در رابطه با ادیان ایرانم همینجور با یه شروع میکنم، میگم که زرتشت تشت زرین است. حالا میخوام بهتون میگم بهترین معنی که من برای زرتشت پیدا کردم همین تشت زرین هست، یعنی خورشید تابان. اسلام هم وقتی میاد دو اوایل که تحت تاثیر سلمان پارسی هست همین همین رو استفاده من خیلی قشنگتر میگه الله نور السماوات و الارض مثلا نوری که مشکات میگه چیه؟ میگه مشکات که میدونیم مشکات یک جاییه که سوراخ میکردن سابق تو خونه ها و اون چراغ رو توش میذاشتن. بعد این چراغ رو که وقتی تازه میگه، میگه چراغ توی یک ظرف زجاجه باز توی یک بلوریه و بلورش رو ترسیمی که میکنه تو این آیه ترسیم خورشید هست و خداوند آریای ایرانی زرتشتی اوستایی میترایی. بعد بعدنی که دیگه خشن میشه و فلان میشه میاد میشه الله قاسم راست و جبار است و میکشد و دست قطع میکند و پاقت او بعدش میاد وگر اولش اصلا میگه ذالک الکتاب هذا، یعنی این ذالک یعنی آن، میگه ذالک الکتاب لا
ریب فی. آدم غیر متقید میگه اون کتابی که درسته در شک و تردید نیست برای هدایت مردم اومده اوستا است، منظورش کتاب اوستا است. حالا اینا اینجا شما داشته باشین زرتشت، پس یعنی معنیش این میشه وقتی معنیش میشه زرتشت نمیتونه در 12 جا متولد شده باشه. شما الان وقتی میگین زرتشت از پامیر تاجیکستان بگیرید، حالا ما میگیم میترا، یعنی نخستین رو میترا نامیدن، ولی میترا همون مهر هست، همون خورشید تابان همش هست، همون تشت زرین هست، میگن از کوه پامیر تاجیکستان اومد پایین. یکی یک دوم، یکی از جایی که خیلی مهمه توس خراسانه. میگن در توس خراسان، همین جایی که الان با عنوان امام رضا هست توی گنبد بارگاه، میگن اینجا میگن اول آرامگاه زرتشت بوده، زرتشت بزرگ. البته بگذاریم که در مشهد یک روستایی هست به نام سنگبر، در روستای سنگبر نیز یک آتشگاهی هست، آثاری ازش مونده. این آثاری که در این آتشگاه سنگبرم مونده میگن این هم مربوط به همون زرتشت خراسانی است. حالا از این که باز میگذاریم، تو همواره در منطقه ایرانیویچ هستیم، ایران بزرگ، فلات ایران، در مزار شریف این تشکیلاتی که هست که به عنوان مسجد گرفتن و فلان اونا اسمش هستم از نوبهار، میگنم اینجا قبل حضرت علی بوده و هست و فلان، نمیشه که علی از بیاد اونجا. که این نوبهار هم میگن که از پایگاه بزرگ زرتشتی ها بوده پیش از اسلام، و اینجا هم میگن آرامگاه زرتشت هست. حالا بلخ هم که در نزدیکیش هست، باز در تواریخ بسیار اومده به عنوان اینکه بلخ هم زادگاه و آسایشگاه دائمی، یعنی آرامگاه زرتشت بود. از همه جالبتر اینه که مورخین یاد کردن و نوشتن که حتی در اسرائیل و در فلسطین، اسرائیل و فلسطین دو تاشو بگم که چیز بشه، اونجا هم جایگاه و مکانی هست به نام آرامگاه زرتشت. از همه زیباتر تخت سلیمان هست. تخت سلیمان ببینید که چقدر زیبا و قشنگ و دلنگیز است، در جایگاه خیلی خوبی هم واقع شده و در کنار دریاچه ارومیه و در منطقه آتورپات. آتورپات یعنی نگهبانان آتش، به زرتشت خیلی میاد. اونجا هم میگن که تخت سلیمان، میگن که اینجا زادگاه زرتشت بزرگ بوده. از جمله جای دیگه که میگن زرتشت جایگاهش بوده که اینا هم الان مقدس مونده ولی با اسم دیگه، شهر ری. شهر ری نیز در تاریخ اومده به عنوان آرامگاه و آسایشگاه زرتشت. از اون که بگذاریم، در ازبکستان، در ازبکستان منطقه خارزم، در منطقه خارزم که میدونید تا همه الان اون منطقه خیلی آریایی اوستایی زرتشتی هستن، منطقه خارزم هم گفته میشه که زادگاه زرتشت بوده. چطور میشه یک انسان این همه جا متولد شده باشه، این همه جا داشته باشه؟ یعنی شما هر کدوم از استانهای ایران رو که بگیرید، حتی در کنار دریای خزر، بحر دریای مازندران، اون شمال سرسبز، گیلان و مازندران هم، باز میگن در طبرستان زادگاه زرتشت بوده، اونجا زرتشت، اونجا هم آثاری ازش هست، رد پای هم اونجا هم. از اون شمال شما که میگیریم میای به جنوب و شرق و غرب که الان رفتیم، میری در سیستان و بلوچستان، هامون دریا. هامون دریا هم خیلی ازش به نیکیات شده، مثل تخت سلیمان. اینا اسمایی که بعدن گرفته شده، دادن بهشون بعد اسلام. در تخت سلیمان این حالت قداستی داره که مثل همین هامون دریای سیستان و بلوچستان، چند خاندان پادشاهی و سلطنتی ایران اونجا رو بزرگ می‌داشتن به عنوان جایگاه مقدسی که زرتشت در اونجا بوده است و عبور کرد. جای دیگه که باز خیلی مورد توجه هست، نقش رستمه. نقش رستم که اصلا کعبه‌ای داره
به نام کعبه زرتشت، که این کعبه ای که باز آتشگاه ایرانی بوده در مکه هست، مش رو اصلا ساخته شده. اونجا هم میگن که اون نقش رستم و اون کعبه، اونجا هم میگن آرامگاه زرتشت است. در کردستان نیست و در منطقه کردستان ایران و کردستان عراق، اینا بعدا تقسیم، اونجا هم شما رد پای زرتشت رو میابید و میگن که زرتشت در اونجا بوده. در چندین جای دیگه هم هست که من امروز چون در این تایم کوتاه هم نمیگنجه نمیتونم زیاد صحبت کنم، راه میگم، ولی میخوام همین رو بهتون بگم. وقتی که مورخین در طول تاریخ و در کتاب ها یاد کردن که در بیش از 10 جا به عنوان آرامگاه زرتشت ازش یاد کردن که وجود داشته، چطور میشه ای یک نفر این همه جا داشته باشه؟ ها، راز کار همینجاست. راز کار اینجاست که این رو من در سال 1995 مطرح کردم شفاهی، قبلش در کتاب آیین اوستا نوشته بودم. در اون موقع ما نشست هایی تشکیل میدادیم به نام نشست جهانی ابرجهان آریایی. سیاوش اوستا، دکتر کوروش آریامنش و استاد سیف الدین عاصمی رئیس آکادمی تاجیکستان، ما این سه نفر در جلسه ای این رو پایه‌گذاری کردیم. دکتر شاهرخ میرشاهی، افتخار علمی پزشکی ایران که در پاریس هست، ایشون هم از روز نخست در این ترجمان تشکیلات بود. ولی بیشتر ما چند جلسه محرمانه تشکیل دادیم با دکتر کوروش آریامنش و سیف الدین عاصمی در این رابطه. اولینش که شد در سیدنی استرالیا بود که آقای اونجا هنوز خیلی چیز نشده بود، همایش کوروش و اینا اسمش اینا هنوز چیز نشده بود. در سیدنی که آقای هومر آپرامیان میزبان بود اونجا، من ویزام با این که گرفته بودم، همه کارم هم کرده بودم، قرار بود دکتر کوروش آریامنش برم، نرفتم به دلایلی. اون موقع نشست بعدی در هلند برگزار شد. در هلند همه رهبران زرتشتی جهان اونجا جمع بودن، از جمله برای ما ایرانی ها یه شخصیت بسیار بارزی بود در هلند، با استاد جعفری و زرتشتی های دیگه که از سر تا سر دنیا اومده بودن، از تاجیکستان گرفته تا هند و ایران اونجا اومده بودن. اونجا هنگامی که صحبت به من رسید، سخنرانی من شد، من این حرف نو رو در برابر رهبران زرتشتی مطرح کردم. گفتم به گمان من ما یک زرتشت نداشتیم، چون در کتاب آیین اوستا نوشته بودم، چاپ شده بود. این آیین اوستا تا حالا 7-8 بار چاپ شده، الان هم قابل دسترسی است، هر دفعه بهش اضافاتی کردم. گفتم که من معتقدم که زرتشت های زیادی بودن و ادله آوردم و اینا. یکی دو نفر اون جلو نشسته بودن نپسندیدن، ولی یهو استاد جعفری روانش شد، از جا با شد، گفت من با این نظریه سیاوش اوستا 100% موافقم، ایشون نظریهش کاملا درسته و در تایید صحبت من حرف زد که اونها دیگه بستند دهانشون رو، مهربان یاران عزیز. یعنی این تثبیت شد اونجا، این اونجا تثبیت شد در، میتونیم بگیم در برای کنگره زرتشتیان جهان، که شخصیت بارزش استاد جعفری بود. این همه پذیرفتن و علی زیاد روی کار نکردیم، چون نمیخوام من این درگیری بیافرین. ولی الان که خیلی مسئله زرتشت مهم شده، میخوام این مطرح کنم، تثبیت تاریخیش کنیم. زرتشت های زیادی ما داشتیم، به خاطر همین که من همیشه به بچه ها میگم، میگن آقا افغان ها آریانا، میگن زرتشت مال ماست، مال بلخی، مال مزار شریف، میگم درسته. میگه آقا ترکا، میگن بابک خرمدین که اونجا بوده، آذربایجان، اینا آتورپات، من میگم بگو درسته. کردها میگن، میگم درسته. خراسانی ها میگن درسته. سیستان بلوچستان درسته، چون ما یک زرتشت نداشتیم، زرتشت ها داشتیم. مثلا خراسانش خیلی مهمه، در مشهد که شما قبر امام رضا رو میبینید، وقتی که رضا از مدینه میاد به عشق ولایت و ولایت عهدی اونجا، خیلی سمپاتی پیدا میکنه به زرتشتی، اصلا با جلسات زیادی رضا داره با زرتشتی ها. بعدن پیش از اون، چون مأمون رو دعوت کرده بوده، بابای مأمون که هارون الرشید میمیره، میگه آقا من رو ببر اونجایی که میگن آتشگاه ایرانی ها بوده که زرتشت خاک شده، من رو برو اونجا خاک کن. یعنی میاره هارون الرشید تو آرامگاه همین جو امام رضای کنونی،
دفن میکنن. رضا وقتی که میمیره وصیت میکنه پیش از مرگ، میگه منو ببرین پایین پای، یعنی زیر پای هارون الرشید دفن کن، یعنی زرتشت. بعد ما خیلی زیاد داریم که حتی رضا در اون موقع نظریاتی داده از نظر فقهی و قوانین و اینا که به نفع زرتشتی ها بوده، یعنی زرتشتی ها در طول تاریخ کم جز تازیانی که دشمن ما بودن و قتل عام کردن اینا چه بود. خب پس زرتشت های زیادی بوده، یعنی زرتشت یک اسم خاص نبوده، مال زرتشت یک اسم عام بوده، به کسی میدادن که رهبری اندیشه خردگرا و لایک میترائیسم و اوستایی رو اونجا داشته و کتاب های اوستایی که 120 جلد بوده میتونسته تفسیر کنه. در تاریخ هم ما داشتیم و داریم که هر 100 سال و هر 1000 سال، هر 1000 سال یک زرتشت بزرگ هست که میاد، 100 سال به 100 سال زرتشت های دیگه میاد. حالا زرتشت بزرگ کیه؟ مثل همونی که تو تخت سلیمان بوده، مثل همونی که تو مشهد بوده، مثل همونی که از خدمت در مزار شریف بوده در نوبهار، اینا زرتشت های بزرگ بودن. خب در جای کوچکتر هم داشتیم. برای همین اگر ما میگیم مثل رستم، من اینو به شما بارها گفتم، ببینید رستم که ما میگیم، آخه نمیشه که یک رستم در نسل های مختلف وجود داره، در دوران های مختلف وجود داره رستم. بعضی میگن 400 سال عمر کرده، اون یک نفر نیست که. رستم هم اونجا اسم عام هست، حتی با قادسیه که عرب ها به ما حمله میکنن، ما رستم فرخزاد داریم که میجنگه. این هم نظریات من درسته، یعنی وقتی بهتون میگم منبع سیاوش اوستا، آقا منبع این منبع دارم ثابت میکنم براتون، ثابت میکنم براتون. رستم هم در تو تاریخ مثل زرتشت بوده، یعنی جنرال، یعنی فرمانده، یعنی بزرگ ارتشداران، یعنی فرمانده بزرگ نظامی ایران اسمش بوده رستم. بعد رستم های زیادی ما داشتیم. اون رستمی که میزنه سهلاب رو میکشه با اون رستمی که با اسفندیار درگیر میشه با اون رستم دیگه فرق میکنه. اینها درست مثل زرتشت ها، هر ولایت ایران یک زرتشت داره. حالا در کتاب های زرتشتی وقتی که بگردین میگن آقا زادگاه زرتشت کجاست، خیلی قشنگه. ببینید تا حالا هیچ کس به این نرسیده، حتی رهبران عزیز زرتشتی که با نام موبد و اینا ازشون یاد میکنن که من به همشون ارادت دارم، بر هر کجا که هستن، ایران، هند، خارج، و مصلحت اندیشه که اونها دارن برای اینکه زنده بمانن کار میکنن و من ستایش میکنم، مورد نیست، تقیه میگین. خب این زرتشت که به معنای رئیس معبد هست و مفسر اوستاست، اوستا 120 جلد کتاب بوده، 120 جلد از هنگامه میترا، درش تمام علوم بوده، ستاره شناسی، پزشکی، داروسازی، چه حتی در شاهنامه ای که این اخیراً یکی از دوستان به نام سعید کار خیلی قشنگی کرد، این شاهنامه هست، من مدت ها در کلیارم گذاشتم رایگان، یکی از شاهنامه هایی کم در سانسور شده در جهان هست، چون این شاهنامه هم اکثر سانسور شده، غیر از آقای جنیدی، استاد جنیدی که دادن، غیر از اون من یکی دیگه از منتشرش کردم رایگان در اختیارم گذاشتم. مثلا در این شاهنامه قدیم شما میبینید که 12 تا علم و دانش بزرگی که امروز هنوز بشر در دنبالش میدوه، از محیط زیست بگیر، از سازماندهی و نظم و از کنم خدمتتون تشکیلات و آهن و فلز و آتش و اینا رو که اینا رو اون موقع هوشنگ شاه دارای هوش و هنگ گفته که فردوسی تو شاهنامه آورده. یعنی اوستا کتابخانه بوده، نه که فکر کنید وندیداد بوده یا مثلا گاتاها بوده، گاتاها سروده های آخرین زرتشته، اوستا کتاب اوستا نیست. پس ما علم به این، ما زرتشت های بسیار داشتیم و این زرتشت های بسیار از جایگاه های مختلف اومدن. بعد در طول همین تاریخ هم تا قبل، برای همینه که از بعد اسلام دیگه زرتشت نمیگه کسی اسمشه، چون میکشنش. تو بگی زرتشتیگری شده که خودش با اسلام بسازه، با اسلام جور در بیاره که نکشنشون، مثل زرتشتی عزیز ما در ایران. مثلا چند وقت پیش یکی از دوستان بود، یک فیلمی برای من فرستاد که دو تا از موبدهای ما اینا رفت بودن، آقا امام حسین چقدر فلان، امام حسین ما دوست داریم. بعد
با من گفتن آقا تو اینا رو تایید میکنی؟ من میخوام حالا میگم به شما، اونا مصلحتی رو حرف میزنن، تعدلشون حالا من که مثل اونا نیستم، که در جایگاه اونا نیستم، ولی احترام دارم براش. ولی اونا آخه آخه برای که گردنشون نزنن نکشنشون، حسین میگن تله، ولی تعدلشون میگن سیاوش، سیاوشی که در خون قلتیده. مثل خانم شهریاری، سرکار خانم شهریاری مثلا برای امام رضا خراسان یه شعر داره، اصلا ایشون زرتشتی از رهبران زرتشتی هستن در ایران، ایشون شعر داره در مورد امام رضا، اسم رضا رو میاره، اسم مشهد رو میاره، اسم چیز رو، ولی داره تو همون شعر میگه که این اینجا جای کهنه است، جای با ارزش است، جای فلان است. حالا رضا هم رفته روش، مسلمان هم اونجا رو دوست دارن، خصوصا شیعان بهتر برای ما، ولی ریشه زرتشتیگری است و این ظاهرسازیایی که کردن برای حفظ اون قابلیت تحسین و ستایشه. ما نمیگیم که همش که الان من به بچه‌ها میگم خودتون الکی به کشتن ندید، شما باید بمونید، دشمن رو باید از بین برد، نه که شما خودتون از بین برید. حالا در طول تاریخ اگه نمیدن تندروی میکردن گردن همه رو میزدن، خب همه شدن سادات تازی، مجبور شدن سیگدی رو بخرن، یا بعد اصلا دیگه آتشکده همه خاموش میشد، این نمی بود. حالا پس اون مصلحت اندیشی ها رو ما بایدش کاری نداریم، ولی من ستایش میکنم همه رو. حالا نظریه که سیاوش اوستو داد، پس در نظر داشته باشید که ما یک زرتشت نداشتیم، هر 100 سال هر 1000 سال هم یه زرتشت اومده، بعد زرتشتای زیادی هم بعد اسلام هم اومده ها، الان من به شما برمیشورم، ولی یادتون نره تا قبل از اون میگفتن زرتشت، ولی بعد از اسلام بعدی نمیتونن بگن، نمیگن فهمیدین چی. حالا ما مثلا تا اسلام نفوذش میخواد به ایران برسه، قبلا بهتون گفتم زرتشتی ها بخش نظامیش وارد عمل میشه، بعد از اینکه جریان امویه پیش میاد، امویان رو هرمزان هست که میاد ابو مسلم خراسانی نام میگیره، میاد سپاه درست میکنه به نام سیاه جامگان و میزنه ترتیب اینا رو میده و اصلا بنی امیه مقتدر رو نابود میکنه. ولی خب متاسفانه آلترناتیو نداره، دنبال بعد کسی واسه که شاه باشه، مردم هم همه چند دهه گذشته مثل الان خر اسلام شدن، اسم خودش میذاره ابو مسلم خراسانی به جای که اسم زرتشتی شوشه، ولی زرتشتیه، ولی خودش یک زرتشت اصلا، و بعدم خلیفه میکشه اونو. بعدم از نظر مالیات نره، پول توی همه مبارزات خیلی مهمه. وقتی که هرمزان میخواد ابو مسلم خراسانی میخواد نبردش رو شروع کنه و سازماندهی کنه و فلان کنه، اینا پول نداره بنده خدا، که روستاییان ایران هم موقعی که پول ندارن، همون هم که تازی هم غارت کردن، به پول احتیاج داره. خب پول از ابراهیم میگیره، از یکی از امامان عباسیان، امام عباسی، انقلاب عباسی هم در جریان بوده، پسر عموی محمدن، اینا بنی هاشم داریم، عباسیان داریم، امویه داریم، اینا داریم. به پول هم احتیاج داره، اسلحه میخواد بخره، مثل امیال ما همه میخواییم ایران آزاد بشه، ولی من همیشه گفتم 20 میلیون دلار ما پول لازم داریم، 20 میلیون دلار، نه که 20 میلیون دلار الان در سال بیشتر میدن به خیلی ها، ولی اون علکه 20 میلیون دلار درست بشه با این رژیم میره، همه چیز هم با پول حل میشه. در مقطع های من به شما بگم، حالا ایران بگم بدونید، در مقطع های ما نزدیک شدیم به اون خواسته ملت ایران، ولی شوربختانه به علت کمی امکانات ببینیم این مسائل مالی ما عقب رانده شدیم. ما خیلی در مراحل مختلفی به پیروزی نزدیک بودیم، یعنی آیین اوستا، نه که هر کسی باز بیاد ادعا بکنه که من رهبر آزادی بخش بودم، هستم خواسته، نه، ما ملت سرزمین اهورای ایران که اکثریتشون با اوستا هستن، ما بارها به نزدیک شدیم. حالا پس در اینجا باید بدونیم سیاه جامگان زرتشتی هستن. بعد رو جریان حسین که کشته میشه، اونها یک سری نهضت هایی را میفته، قبل و بعدش در اون هنگام امویان، در هنگام عباسیان، یک نهضت بزرگی از ناسیونالیست ها، وطن پرست ها، اسمش از شعوبیه. اینا بر اساس یک آیه قرآن، انا جعلناکم شعوبا و قبایلا لتعارفوا، این میگینن علم میکنن، میگن آقا شما چرا نجات پرستی میکنید؟ آره با نجات پرستی چقدر این قرآن گفته نجات پرستی نکن، چون همون مسلمان اون موقعه زرتشتیگری از زیاد رفته تو معابد، تو خونه هاست، کسی میترسه بر بسیجه بزنه. اونجاست که نهضت شعوبیه خیلی مهمه، نقش مهمی داره. بعد بابک خرمدین هست که بابک وقتی که فرزند پور
مرد هاست وقتی که انقلاب خودش شروع میکنه به آنچاقی زیادی میگیره، بعد از اینکه این از بابک رو میگیرن میکشن، بعد به خونخواهی بابک جنبش های دیگه. بابک خودش یه زرتشته که هم نظامیست هم روشنگره، چون تمام زرتشته هم که ما داریم اکثر یعنی تو جبهه جنگ کشته شدن. یکی از زرتشته ها میگن در جنگ با تورانیان کشته شده. همین زرتشتی که در مزار شریف نوبهار سرزمین آریان های افغانستان هست میگن ایشون هم در جنگ کشته شده. زرتشتی که در آتورپات بوده در آذربایجان میگن در جنگ کشته شده. یعنی زرتشت هم روشنگر بوده، هم اندیشمند بوده و هم رزمنده، هم دلیر. نهضت های سیادی را میفته، نهضت سندباد هست، اصلا زرتشتی نسبت نهضت سندباد. و این نهضت ها بعد شما سیاه جامگان ابو مسلم دارید، سرخ جامگان بابک خرم‌دین رو دارید، بعد سپید جامگان رو دارید. سپید جامگان همه سربازا سپید میپوشن چون بنی عباس پرچم سیاه داره و اینها سپید میپوشن. چرا؟ چون ما سپید پوش هستی. اول برنامه ترانه زیبای بازار صابر رو، ما جامه سپیدانیم هر جامه نمیپوشیم، سپید پوشان داریم. بعد همه ادامه داره، میاد یعقوب لیث یک زرتشت، عزیزان من ابن مقفع یک زرتشت، سهروردی عین القزات یه زرتشت. ولی اینا اگر سرکوب میشن مثل بابک خرم‌دین نمیتونن رشد بکنن و رشد بدن به جامعه، اون جریان جداست، ولی حضورشون در تاریخ هست. بعد ما در زمان خودمون، در دوران خودمون، شما در نظر بگیرید عزیزان من، رضا شاه. رضا شاه یک قزاق است، سربازی است که توسط بیگانون تشکیلات قزاق اصلا ساخته شده، ولی همیشه اینجوریه، باید با نفوذ بری جلو، باید نفوذ میکنه میاد بالا، بعد همه چیز عوض میکنه، آخوند رو از بین میبره، لباسشون رو ور میداره، سینه زنی زنجیر زنی رو ور میداره، یه سرتاشته. خب بعد از اون ما میدونید که روشنگری زیاد شد، مثلا احمد کسروی روشنگری کرده، ولی زرتشت اون کسی که از اینی که نفیش میکنه، خیلی داریم که نفی کردن، اومدن زدن، اونی که نفی میکنه باید جاش چیزی بره، بگی ما داریم زرتشت، داریم اوستا، داریم 7000 سال تاریخ تمدن داریم، 7000 سال تاریخ تمدن داریم، اون رو باید بره جاش، نیورده. پس زرتشت نیست کسروی، روشنگره، قابل ستایشه، از سرداران خردگرایی است. بعد ما در دوران خودمون زرتشتی رو که میتونیم ازش یاد بکنیم، دکتر کوروش آریامنیش هست، رضا مظلومان زرتشت زمان بود، خرسند ستم دیده، پیام ما آزادگان نشریه منتشر میکرد، روشنگری میکرد، نیرو میساخت، آدم ساخته. الان خیلی از بچه که تو دنیا یارو در فعالیت بکنن همون تحت تاثیر اون هست. بعد خیلی یادتون نره برای همون 16 صفحه پیام آزادگان مطلب می نوشتن، یعنی سرباز کوروش آریامنیش بودن، مثل استاد شجاع الدین شفا، مثل سیاوش بشیری، مثل آله دالفک، خیلی از این عزیزان اونجا سرگروه، سرپرست کوروش آریامنیش بود، اینا برش کار میکردن. هفته یه بار ما هم دیگر می دیدیم و کار میکرد. حالا بعد از اونم خب ما اومدیم الان شما ببینید در حدود کتاب اگه بخوایم حساب کنیم بیش از 130 جلد کتاب ما نوشتیم، و ما در رابطه با هر چی که نفیش کردیم یه چیزی جاش گذاشتیم. اگه اومدیم گفتیم اسلام این اشکالات داره، آیین اوستا رو جاش آوردیم، کتاب نوشتیم، تفسیر کردیم. اگر اومدیم گفتیم قبله چیه اینجا چیه، گفتیم اینجا خانه کیوانه مال ایران. اگه گفتیم تاریخ تازیان، تاریخ فلان، نمیدیم بگیم آقا تاریخ پادشاه یک دونه شاه، نه، اومدیم تاریخ تمدن ایران رو 7700 ساله رو بودیم تفریمش کردیم به شما دادیم. جای هر چی که از بین بردیم و نفیش کردیم یه چیزی آفریدیم، آفرینندگی کردیم، نوپردازی کردیم. کار زرتشت ها همین بوده که وقتی میامدن فکر تازه میدادن که مردم ناامید نشن، نامین نشن به فنا برن. در هر موردی گفتیم آقا عروسی اینا میکنن، خطبه عقد میکنن، این کهتکی وزن وجرگی فحش توهینه، فوری جاش ازدواج به سبک آریه را بردیم، خطبه، کاغذ، سند،
گذاشتیم به شما تحویل دادیم. هر چیزی که شما بگید، این مواردی که از بچه‌ها که داره کار دانشگاهی میکنه، چند نفر زیاد این کاری کردن و با من هم در تماس بودن، از کشورهای مختلف، از خود ایران باشون صحبت میکردم، حتی یکیشون نوپردازی های ما رو به مرز 50 تا سالنامه آریایی، خب این سالنامه آریایی این یکیشه مثلا ها، و خیلی موارد دیگه که ما این نوپردازی یه چیزی به شما تحویل دادیم و گذاشتیم. فروهر، نشان فروهر که الان هر کسی که شما در زمین که خالکوبی میکنن، خب پس اینها جاش آوردیم برای شما گذاشتیم که دستت خالی نباشه، نری بخوای دنبال اون دنبال اون. حالا بگذاریم، من اینجا توضیح رو بدم، بگذاریم که این نظامی که حاکم است بر ایران موجب شد که بسیاری از بچه های ما چون میخوان پرهندگی سیاسی میگن میان خارج، برن بگن ما مسیحی هستیم، برن بگن ما همجنسباز هستیم، همجنسباز خیلی رفتن، همجنسبازی زن و مرد، بعد مجبورم شدن برن اون کارو بکنن، این زیاده اینا ده. خب شدن. ما از ابتدا بارها گفتم که ما این رو نمیخوایم که کسی که میخواد پناهنده بشه بیاد میخواد زرتشتی بشم، اوستایی بشم، میتراگرا بشم. این اندیشگاه اوستا رو که ما 40 سال در پاریس دایر کردیم، اندیشگاه اوستا، اندیشگاه اوستا توسط ما این واژه مثل واژه دیگه ساخته شده، الان تو ایران هم ازش استفاده میکنن. من اینجا میگم انستیتو اوستا، خیلی شما راحت برام شهر فرنگ میشناسینش، چون تیرون شهر فرنگ جلو بود، شانزلیزه 66 همه میدیدید میبینید. ولی اندیشگاه اوستا، اندیشگاه اوستا همون مدرسه است، همون جاییست که انسانها رو پرورش داده، در بی‌نهایت هم پراکنده شدن در جهان، در جایگاه مختلف هم هستن. برای همینه که وقتی من بهتون میگم که در هر جایی قدرت که هست در جهان اینها وجود دارن و در خود ایران هم وجود دارن، و ما شیوه همون زرتشت رو دنبال کردیم، نه که تشکیلات و سازمان مثل سازمان تشکیلات آقا سبتنام بکنیم. ما اصلا اسم خیلی رو نمیدونستم و نمیدونم، آدرسش هم نمیدونم. اون موقع که میمدن پیش من و پس مهربان یاران عزیز، با علم به این مسئله باید بدونید که امروز هم خوشبختانه، این به شما بگم، امروز خوشبختانه شرایط خیلی خوبه، مثل شرایط عباسیان هست و 1001 شب را آفریدن، نه در تمام برایت، در مقطع دولت عباسیان اینا خیلی زرتشتی‌گرا بودن، یعنی در حکومتشون یهودی حسابداری داشت، برمکی‌ها زرتشتی‌ها بودن، سیاست رو داشتن، ارمنی‌ها بخشی سپاه و اینا رو در اختیار داشتن، یک حکومت در مقطعی ها، نه که همش، خیلی ایرانگرا بود. این مسئله ایرانگرایی الان در ایران شما این چارتا آخونده رو نگاه نکنین، اینا نیستن، در ایران الان اکثریت داره. شما باید در میدان باشید و نترسید. الان خود اینا، من شاهد بودم وقتی میرن خارج افتخار میکنن به زرتشتی بودنشون، افتخار میکنن که حالا درسته مثلا طرف یا رو وزیر امور خارجه هست، سواد فارسی نداره، پارسی نمیتونه، عربی هم، عبدالله عربی هم گوش کردم، حالا ما نمیگیم ما خودمون پخریم، نه عربی هم خوب نیست، فارسی هم تو بلد نیستی، جرأت رو، جرأت عوضی می‌نویسی تو صفحه اینستاگرامت میذاری، جرأت. یه موقع است که ما خیلی پیش میاد که اشتباه می‌نویسیم، ما خیلی، ولی مثلا میخوام می‌نویسیم یوتیوب، می‌نویسیم یونوب، چون انگشت کوچیک و تو ماشین و تو بر می‌زنی یوتیوب در میاد، ولی این بذاری به جایی که حمزه بذاری او اشتباه املاییه، یا مثلا مطمئن آخرش نون بذاری به جایی که الف بیاد بالا، اینا اشتباهات علمیه، املاییه. ولی میخوام بگم با همه اینها حتی فرزندان اینا که در خارج هستن فرور بنزن به گردنشون، نمیگن ما مسلمونیم، میگن ما اوستایی هستیم، ما زرتشتی هستیم، ما فلان هستیم. نمونه زیاد بعض وقتا به من نشون دادن این خارجی ها خودشون. برای همین الان ایران سرزمین آریاست، سرزمین اوستاست، سرزمین زرتشته. من 2-3 تا توصیه دیگه امروز میخوام به شما بکنم و قاطعم رو شما میسن سید چند نترسید. چون
یکی که سعی کنید انجمنهای همونطور که خواهش کرده ازتون انجمنهای فردوسی شاهنامه خوانی درست کنید. الان او چقدر زیاد شد از این بعد بینون روز زرتشت کار کردن روی زرتشت بر اساس همون چه امروز به شما گفتم ما تو تله نیفتین بیان یک جور اسلام دیگه سنی شیعی حنبلی شافعی اسماعیلی زیدی به شما بدن بگن این زرتشتی. بر اساس آنچه اندیشگاه اوستا ارائه کرده که چند هزار اولی برنامه شماره میاد دیدیم که ما به زبان فارسی فرانسه عربی بیش از 7000 تا ویدیو داریم که اگه شما میخواید ببینید اینا یه کسی که میخواد بیاد تو باغ باید اینا رو بخوبه. وقتی تو باغ نباشه اصلا تو نمیدونی زرتشتی یعنی چی، نمیدونی زرتشتی چجور مینویسن، زردشته یا زرتشت به شوخی میگم. شما اگر میخواین ایرانتون آزاد بشه بایستی وارد دانشگاه بشین، همون اندیشگاه این دانشگاه بشین، درستون رو بخونین و درست برخورد کنین. نه که خیلی انقدر عصبانی هستن همین برنامه الان یک اونم یه دقیقه میگیره دیگه رفت. میگه ما دیگه خودش اصلا صد یارو زرتشت، میگه ما زرتشتم اصلا، ما خودم زرتشتم. اینجوری نباش. حالا از جوانهای زرتشتی رو ببرین بالا، زرتشت شناسی مقالات رو به زور بچپنین توی روزنامه اینا مطرح کنین. آیین اوستا، من این کتابایی که ما دارم مال شماست، مال من نیست. تاریخ 7000 سال مال شماست. من فرزند شما هستم ایرانی. حتی تو اگه سنت مثل سن بچه منه باز بدم که سیاوش اوستا، من نمیگم پدر شما، من فرزند میهنم. اینها رو ما الان تمام کتاب هامون قابل دسترسی است به صورت پی دی اف. بعد به زبان فرانسه هم کتابای ما داریم که 10 تاش رو از رو آمازون میتونید بخرید، همون لحظه بخونید، همون لحظه بخرید، همون لحظه بخونید. به انگلیسی و فرانسوی است. حالا اونایی که دو تا زبان بلد نیستن یا هستن تو خارج که شما هستید، اینها رو اینا تبلیغ مالی نمیکنم، چون من هیچ سود مالی از اینا نبرده و نمیبرم، هزینه‌ای که میرم روش خیلی بیشتره. اینها رو از رو آمازون بخرید. ایران 7000 سال تاریخ تمدن، اونجا اینه کادو بدید به مردم، به معلم، به استاد، به همکار توی دانشگاه فلان. اسلام سیاسی یعنی چی؟ اینا کادو بدین به هم رفاهاتون، سطح علمیتون رو ببرین بالا. ایران 7000 سال، پرس ست میلان دو سیویلیزاسیون، کمی مثل آیین اوستاش که اون سوال ما در آوردیم. یزدان گواهی خیلی از این سناتور ها وزیر ها اینا گفتن آقا معلم ها استاد دانشو گفتن به من اینو همسایم شاگردم کادو داده. این تو نمیشتیم تو کادو داده، بارها اینو دیدم. خیلی از دوستانم که اینجا هستن تو جلسات شاهد بودن، یعنی گفتم من کتاب خوندم موقع که اینترنت نبود، الان که اینترنت هست شما پخش کنید. و بعد از آثار پارسی زبانم که ما جواب برای همه چیز داریم، برای همه چیز سیاوش اوستا به شما جواب داده. میخواین اگه کتابی نباشه شفاهی باشه میزنین سیاوش اوستا زرتشت کیست، سیاوش اوستا انقلاب ایران مثلا، سیاوش اوستا نمیدونم هر کی دلتون بخواد فلان، پاسخ دارید به اینا به فارسی بزنید. و به لاتین خواستید اطلاعات به دست بیارید، اسم لاتینی من دیوید عباسی است. میدونید که یک حسن عباسی توی اون ساختن چند سال پیش و غیره، و حالا خودش قصه داره. و من از هنگامی که در فرانسه 30 سال پیش شروع کردم به نوشتن که اولین کتابم بود روگره دو خمینی، یعنی آیا خمینی پشیمان شد؟ روگرد خمینی با اسم دیوید عباسی منتشر کرد، از اونجا اسم فرانسوی من دیوید عباسی است. برای ایرانیان عزیز سیاوش اوستا، اینها رو بگیرید مطالعه کنید به دیگران برسونید عزیز. حالا اینها رو که میرسونید به همه، یه خواهش دیگه از شما دارم، اون این هست که شما ببینید در ایران آتشگاه ها هست، انجمن های زرتشتی هست، خیلی از اینجور جاها تو ایران هست، از کرمان شما بگیرید تا خود تهران تا خود یزد. و این انجمنه، نمیگن دین، نمیگم ما دین زرتشتی، نه انجمنه درست کردن، جشن ها رو برگزار میکنن و و و کلاس هایی میذارن. اولا من به شما بگم خوب گوش کنید، همه تون باید اینجا رو شروع کنید، باید شروع کنید تا یه جشنی هست به اینکه پشت درم باید بایستید. نه. ولی یک نوع توصیه بهتون میکنم، این خیلی مهمه، توصیه. هرگز از مسئولان انجمنها در اون جایی که میرید در ایران پرسش نکنید، شما حق پرسش ندارید. اونجا میرید تو جلسات به حرف اونو گوش میدید. چرا میگم حق پرسش ندارید؟ برای امنیت اونها. اگر شما یه پرسشی بکنی که اون جواب نده، بده، درست بده، فلان، درش مسئله ایجاد بشه، در انجمن بسته میشه.
پس یادتون نره اگر کسی آمد پرسش کرد مأموره. الان گفت سیاوش اوستا اینا رو به همه برسونید، خط دارم میدم به همه میرسونید. در محافل زرتشتی ایران، در معابد، در جشنها، در انجمنها شرکت میکنید، پرسش نمیکنید. مهمان هستید، میرید اونجا میشنوید، هیچ گونه پرسش شما نمیکنید، چون کوچکترین پرسش شما موجب میشه که درگیری به وجود بیاد. شما مدرسه میرید درس داری میخونید، بعد مدرسه تو بخواد یکی سوال کنه تو وقت ایرون میکنشه در مغلطه وجود در درگیر. به محافل زرتشتی، انجمنها و غیره که مراجعه میکنید احترامشون رو دارید. اگه کسی اومده از حسین حسن تقی هم تعریف کرده، به هیچ عنوان مؤاخذهش نمیکنید، برای تقیه کاری کردم. تقیه اینا من به شما بگم درستش، هر چیزی درست داره غلط داره. تمام سرویس های امنیتی جاسوسی دنیا تقیه داره دیگه، پنهانکاری داره. اصلا پنهانکاری یکی از نشانه های پیشرفت و ترقی است. ما هر کاری رو که اومدیم علنی مطرح کردیم فوری دشمن زدش زد از بین برد. پنهانکاری یک کار تشکیلاتیه، کارو سرکوبی هست. پنهانکاری تقیه اون با اون فرق میکنه که یک عده میان علیکی خودشون یه چیز دیگه نشون دادن، فرق میکنه. اون دروئیه. منافق بودن بده، منافق بده، درو بودن بده. به فرانسه میگن دوبل لانگاژ، دو جور آدم بودن. اوف او بده، ولی تو تقیه میکنی یک سوال ازت میکنن جواب نمیدی، یک حرف میزنن. خب تو ایران که تو نمیتونی به حرفی که ما تو خارج میزنیم بزنه، میزنن میکشنت فلان میکنن، بعد میگن اون کمرش شکست، امام حسین زد به کمرش، من با باشی میزنن میکشنش، میگن امام حسین زد. اون خوله با های خواهی میکنی نگاه اینا رو، چون سیدار چیزی نگو ما ماشین اون فلان شده اون همه تبرنم هستی. نه پس اینا رو متوجه شدین عزیزم؟ حالا با علم این مسائل که باز هم بایستی همین چند دقیقه رو چند بار گوش کنید عزیزان من که خیلی مهم بود. در خرابات مغار نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. من سجده برم دیر پا پیش جمالم، دالمی شده روشن دالمی شده روشن چافتا خردن. امروز میخوام چند دقیقی که مونده در رابطه با یک مسئله مهم صحبت کنم. اون مسئله مهم مربوط میشه به شهبانو فرح پهلوی دیبا. ما چون مطالب رو مطرح میکنیم بی پروا همیشه گفتیم و داریم میگیم. ببینید ما وقتی خدا رو میریم از رو بالا پایین باش میرقصیم، بعد تو در مورد زرتشت بهتون میدهیم که زرتشت های مختلف بوده و چه و چه و اینا، آدم ها و انسان ها برادر خود منم باشه، خواهر خود منم باشه، آدمه، انسانه، یک سری عیب ها داره، یک سری خوبی ها داره. خوبی بعدش میگیم، چون من میگم منو اذیت میکنید بعضی وقتا، تو شهبانو دشمن زیاد داره. من میدونم ابلاغ نیستم، میدونم که شهبانو دشمن زیاد داره. من در هفته چندین پرسش و پیام و اینا میاد در مورد شهبانو،
که آقای شعبانه تو میتونم من حالا میخوام یک چیز قاطع بهتون بگم. ببینید این زن من اولا در رابطه با سادات تازی ایشون اومد تاریخ رو از وقتی که ما گفتیم سال امسال 1400 سال تازیان رو ایشون دیگه 1400 استفاده نمی کنه. یک. دو، ایشون اومد یه کاری کرد که شما هیچ کدوم نمیدونید، من الان بهتون میگم. شاه اگر دوباره زنده شد، جدا از این که لیلا جانش داد و علی رضای عزیزم و جدا از این که ما گذاشتیم پشتش مرگ اینها، با مرگ اینها سعی کردیم که شاهنشاه رو پررنگ بکنیم، ولی این کار تبلیغاتی ما خیلی محدود بود، خیلی محدود بود. این کار تبلیغاتی شهبانو این کار تبلیغاتی گسترده درست کرد و فراهم کرد و این ارائه کرد، قابل تحسین کارش. شهبانو اصلا اول مبارزه میکرد توسط تلویزیون های مختلف بهشون میرسید، بعد میرسید جو نیست که خودش بیاد پول بده. شهبانو یک ثروتی هست، یک ارثی هست، پول رو ایشون داره مدیریت میکنه، رقمش هم بالاست. نوش جانش رو من نمیخوام بحث بکنم. این ثروتی که ایشون داره مدیریت میکنه، اصلا روز اول، خب این وقتی تو ثروت هست که ثروت تو بورس جهانیه، اون نیست خانه بخره یا تو بانک بذاره بهره بگیره، که تو بورس جهانی هست، سازمان انتشاراتی داره، رادیو تلویزیون هست، اینا ایش توش سهام داره. وقتی توش سهام داره میره مثلا 2% 5% استوکن در مورد ایران حرف میزن. قبل میومد تو تلویزیون های خارجی دنیا، ایتالیا، فرانسه، آمریکا صحبت میکرد در مورد ایران، همش حرف میزد فلان فلان فلان. مثلا ایتا فردریک میتران یا میره خانم میره دومار من و آنری پاریس گفتیم، اون مثلا بولی نبود، اینا با ایشون مسابقه کرد. خب بعدن ایشون خودش هم چندین بار به فکری بود که به تلویزیون بزنه، ولی تا میومد میزنه سر شکلات میذاشتن یا تو بورس میباخت. حتی توی یکی از تلویزیون‌های فرانسوی لسنگ شماره 5 اون سالها پیش بود، چون سرمایه‌گذاری کرد، ولی تلویزیون اصلا کلا ورشکست شد رفت. خود ایرانی‌ها، ایرانی‌هایی که ما یک جایی بودن مسئولیت چیزی هم داشتن، اومدن ازشون پول گرفتن که تلویزیون بزنن، پولشون رو بالا کشیدن رفتن. اخیراً در از این جایگاه و تریبونی که ایشون هم سهم داره توش و پول گذاشته داره صحبت میکنه، ایشون خیلی خوب تونست رضا شاه رو معرفی کنه، خاطرات خودش رو تعریف بکنه. اینا کاری مثبتی شبانه داره میکنه. حالا یک من همونطور بهتون میگم، من یک سری کاری رو کرده که من داره خود من بهشون انتقاد کردم، بهشون میکنم. مثلا در مورد لیلا و علی رضا پهلوی، این دوتا فرزندشون، خب مثل هر مادر دیگه، شما اگه مادری همیشه هست، استثنا نداره، همچون که همه زن شوهرها با هم دعوا میکنن، هیچ شکی نیست، همه زن شوهرها دعوا میکنن. تو شاه باشی یا گدا، میاد زنه آقا تو فلان، مرده آقا، یا مثلا مرده اگه یکی زنی چپ نگاه بکنه، ما کاری مشکلی هم نباشه، این دعوا هست. زن شوهریه، من همیشه گفتم تو دعوای زن شوهر شما نباید دخالت بکنی. حالا تو بچه هم همیشه هست که یک بچه رو از بچه دیگه بیشتر دوست دارم. این اشتباه شهبانو عاطفی بوده، به فرزند پسر بزرگشون محبت بیشتری داشتن بود. و تا حدی که ایشون، من اینجا گفتم دوباره میگم، اومدن گفتن که لیلا علیرضا اینا دوستان نابابی داشتن. نخیر، اینها دوستانشون رو ارشاد میکردن، شما چون دیر به دیر میدیدین اینها رو اطلاع نداشتین. شبان عزیزم این اشتباه کردین، در مورد بچه خودتون نمیت بین منفی صحبت کنید، اونم دوتا امشاسپن داریه. خب این اشتباهات شهبانو کرده، در این شکی نیست، این سری کار اینجوری کرده، ولی شهبانو رو من میخوام بهتون بگم مفید هست برای ایران و دوست داشتنی است. سیاوش اوستا از همه شما خواهش میکنه که انتقاد به شهبانو رو فراموش کنید، بگذارید کنار. فرزند بزرگیشون هم که اومد خودش صحبت کرد دیگه، خانمش اومد صحبت کرد، خانم یاسمین عزیزم، ایشون اومد گفت که من میگردونم، من فلانم اینا. ایشون هم خب نقطه نظرشون همه میدونن که چی هستن، نمیخوان کار سیاسی بکنن، میخوان زندگی خودشونو بکنن. حالا اگه بعضی وقتا هم تظاهراتی بود، اصلاح طلب ها داشتن، اینا رفتن شرکت کردن، اینا قوی اصلاح طلب هم که دیگر از بین رفتن، الان جمهوری اسلامی یک دست شده دیگه، اصلاح طلب هم نیستن. خب اینا هم کار سیاسی، اونم پسرم به مادر ربطی نداره، فهمیدین؟ شهبانوی عزیز خیلی رند. بعد در رابطه با سیادت و اینا که میگیم، حتی در رابطه با فامیلاشون، ایشون هر کسی نسبت به کار و شخصیت خودش تحت تاثیر خیلی قرار میگیرید. خود شما الان همتون که میگین به من انتقاد میگین که چرا از شعبانو حمایت میکنم، چرا از شعبانو تعریف میکنم، همتون صبح تا شب یه چیزایی توییت میکنین که اصلا چه هست. پس من نمیخوام زیاد وارد این مبحث بشم و بشکافمش در مورد شعبانو. مهربانی کنید و
احترام شهبانو رو داشته باشید، احترام شهبانو رو داشته باشید. خواهش میکنم ازتون که ایشون رو چه نکنید. میخواستم بهتون بگم که چینیا اسرائیل هرچی کشف من اون هست، حالا شما بگید آقا هرچی کشف من اون هست. این هم از سال 1954 کشف کرده بودن که تخم زن و مرد رو بذارن یه جایی خارج از شکم، این بچه ساخته بشه بزرگ بشه. حالا چینی ها اینه اقتصادیش کردن، بیزنسش کردن، راه انداختن. شما میتونی سفارش بدی بچه تو تخمت میره دقم خودت و همسرت رو میذاری، بعد میگه خب من میخوام موهاش بلند باشه، چشاش آبی باشه، مغزش میخوام ستاره شناس باشه، میخوام دکتری پزشکی. اینا رو براتون میسازن. این هم جدیدترین خبر، نمیدونستید. یک چیز دیگه هم بگم پیش از اینکه برم، متا است. میدونین فیسبوک اسمش رو گذاشت متا، عوض کرد. خب متا چیه؟ متا اینایی که میزنن تو کاش که میزنن تو چشم از این بعد میذاری. من میرم الان پاریس نشستم، میرم لندن، میرم لس آنجلس، میرم تهران. اخ جان میام تهران، تو تمام خیابونا میگردم، میام تو مغازه ها، یه شما تک تک هاتون حال احوال میکنم، ازتون چیزی میخرم، توسط همون پولای کامپیوترم پرداخت میکنم و شما برای من میفرستین. درست، یعنی این با ویزیون، با دید، اینی که میذاریم، این متا ویزیونی هم که متایی که اصلا فیسبوک مارک زاکربرگ عوض کرده اسمشو گذاشت برای همینه. یعنی سیستم جدید وارد میشه. چون لباس هم که میخوای بخری، مهمونی میریم، اصلا صد نفر میریم یه جای مهمونی، ولی همه ما تو خانه نشسته، به جایی که اسکایپ باشه و زوم باشه که هم دیگر اینجوری داریم میبینیم، نه، این میزنیم رو چشمون. وقتی گذاشت رو چشم لباس انتخاب میکنیم، نه که ما رو خودمون رو لباسه دیگه کچوار میشیم شیک اینا، میریم تو مهمونی، همه 50 تا 10 تا 20 تا رفیقمون هست، مجازی است ولی رئاله. اینا رو فکر کنم یکم سخت باشه و یه زودی من بگم دوستان متوجه بشن، مثل خیلی چیزه دیگه در آینده خودتون بیشتر پی میبرید. بینا پرمانی میخوام از شما مهربان یاران که با تون خداحافظی کنم. من با پیش از خداحافظی میخوام از برادر عزیز و نازنین و مهربانم مهندس امیر شجره سپاسگزاری کنم. مهندس جان سپاسگزارم. مهربان یاران بدرود خدا میگم. سرنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش میشود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی